من محمد امینی هستم در آستانه نوروز سال 1395 خورشیدی پاسی رو در خانه شما خواهم بود. میخواستم پیش از هر چیز از شما همیهنان گرامی سپاسگزاری کنم که در سالهای گذشته به این برنامه نگاه کردید و با من از راه نامه، تلفن، ایمیل و دیگر راه‌های گفتگو دیدگاه‌های خودتون رو در میان گذاردید. هنگامی که ما به آستانه نوروز می‌رسیم و شاید چند روزی پس از نوروز در دیدارهایی که با هم داریم سال خوشی رو برای یکدیگر آرزو می‌کنیم. دوران بهتری رو می‌طلبیم، می‌خواهیم. امیدوار هستیم که سال نو از سال کهنه بهتر باشد، نه تنها در زمینه تندرستی و زندگی یکایک ما، بلکه به ویژه در این روزها هنگامی که به هم میرسیم و به ویژه از این رسانه ها با یک دیگر، حالا نمیتوانم بگویم گفتگو میکنیم، دست کم سخن میگوییم، آرزو میکنیم که سال نو سال بهتری در سپهر سیاست و اقتصاد و سربلندی همه مردم ایران باشد، سال نوی باشد، گشایشی باشد. مردم ایران به این آرزو خو گرفتند. تاریخ ما تاریخ پر از نشیب است، فرازهایی هم در اون بوده، ولی بیشتر تاریخ پر از نشیب است، پر از خونریزی ها، پر از گرفتاری ها، پر از درد ها. و تاریخ 38 سال گذشته هم همین گونه بوده، پر از گرفتاری ها. هنگامی که در بهمن ماه سال 1357 در اون شور و شوقی که در میان بسیاری از مردم وجود می داشت رژیم پادشاهی به پایان رسید و ظاهراً مردم گمان کردند که به آزادی دست یافتند و به بهبود زندگی بهتر، بهار معروف آزادی فرا رسید. و در اون بهار ما در روزنامه ها از پیش از بهار در روزنامه ها چهره کشته شدگان دوران گذشته رو، امیران ارتش و سران رژیم گذشته رو، چشم هایی که در اونها گلوله زده بودند در روزنامه ها میدیدیم. از همونجا آشکار بود که این بهار به زودی خزان خواهد شد و در این 30 سال که از اون زمان گذشته است و هزاران زندگی پرپر شده، هزاران امید به پایان رسیده و مردم هر بار آرزوی سال بهتری رو برای یکدیگر کردند، امسال هم ما در آستانه نوروز، در شب پیش از نوروز، چاره‌ای جز این نداریم، راهی جز این نداریم که برای یکدیگر آرزوی روزهای بهتری رو بکنیم، آرزوی سالهای بهتری رو بکنیم، آرزوی حکومت بهتری رو بکنیم، آرزوی سیاست بهتری رو بکنیم، آرزوی اخلاق بهتری رو بکنیم و آرزوی تندرستی و زندگی بهتری یکایک ما. این است که من هم در این آستانه نوروز به رسم و سنت همیشگی برای شما یکایک هممیهنان گرامی، چه آنهایی که با دیدگاه های من همسو هستید و چه آنهایی که با دیدگاه های من همسو نیستید و حتی آنهایی که با دیدگاه ها و داوری ها و پژوهش ها و همه اندیشه های من دشمنی حتی دارید، برای شما آرزوی سال بهتری، روزگار بهتری، دولت بهتری، زندگی بهتری و تندرستی و شادکامی و سربلندی می کنم. این آرزوی من است. برای این آرزو باید کار کرد، باید هزینه داد، باید کوشش کرد و ما بسیاری از ما در این سالها به ویژه اونهایی که در درون کشور هستند با هزینه های گزافی برای زندگی بهتر هر بار به آستانه نوروز رفتند و بهاری رو دیدند و شاهد بودند که بهارشان خزان و زمستان شده است. امیدوارم که در آینده ایران ما فراز بیشتر از نشیب داشته باشیم، امید بیشتر از ناامیدی داشته باشیم، زندگی هممیهنان ما رو به بهبودی برود، رو به دنیای نوینی گام بردارد، با دنیای بزرگ پیرامونمان پیوند همسایگی دوستانه تری رو برقرار کند. امیدوارم که این بیم و هراسی که از این جنگ مذهبی در خاورمیانه برخواسته از سر ایران و از سر تمام خاورمیانه برکنار شود. امیدوارم که زندگی مردم ایران و مردم خاورمیانه به گونه‌ای باشد که نیازی به کوچندگی و کوچ به کشورهای دیگر نباشد، نیازی به این نباشد که مردم دل به دریا بزنند،
و چه بسا پرپر بشوند و کشته بشوند در این راه ها تا شاید به زندگی بهتری در کشورهای اروپایی دست بیابند. امیدوارم زمانی برسد که مردم در سودای آرزوی ویزا به ایران باشند، نه در تب و تاب داشتن ویزا برای رفتن به کشورهای دیگر. و هر روی اینها آرزوهای من است، آرزوهایی که میتوانم بگویم شاید زندگی من و بسیاری از ما شاهد دست یافتن به اونها نباشد، ولی امید ما رو نگه می‌دارد. در واقع دو چیز انسان رو در این روزگار پر از گرفتاری پایدار نگه می‌دارد، یکی امید است و دیگری کینه، انتقام. کینه و انتقام یکی از انگیزه های ماندگاری است که روزی برسد که ما کینه خود را، انتقام خود را از دشمنان، مخالفان، از آنهایی که زندگی ما رو با دشواری روبرو کردن بگیریم. اما انگیزه بهتری برای زندگی امید است، نه کینه. امید به روزگار بهتر، امید روزگار بهتر برای همه کس، همه کس. بر روی در آستانه نوروز 95 برای شما هممیهنان گرامی آرزوی روزهای بهتری رو دارم، به ویژه برای شمایی که در ایران به سر میبرید و از این امنیتی که کسانی مانند من در دنیای غرب برخوردار هستند برخوردار نمی باشید. این است که به راستی و از در واقع ژرف‌ترین دهلیزها و بخش‌های دل خود، قلب خود با شما سخن میگویم که من امیدوار هستم که شما به ویژه مردمی که در درون ایران هستید در این سال نو روی بهروزی، روی زندگی بهتر، دریچه‌ای برای تابیده شدن آفتابی از دنیای آینده رو بر زندگی خود و بر زندگی همه مردم ایران ببینید. امیدوار هستم که سال نیکی رو و سالهای نیکی رو در پیش داشته باشید. چندین سال پیش، خیلی پیش از دورانی که انقلاب و شورش و دگرگونی های سیاسی در ایران در گرفت، مردم ایران یک ارمغان تاریخی در آستانه نوروز دریافتند. پس از سالها کوشش، سالهای درازی کوشش، در شاید میتوان گفت نزدیک به بیش از نیم سده، 60 سال کوشش، کوشش برای دستیابی به آنچه که به ایرانیان تعلق داشته، یعنی کان نفت، ذخیره‌های نفتی زیرزمینی ایران که در یک پیمان نابرابر و نابخردانه از سوی دولت قاجار به ویلیام ناکس دارسی واگذار شده بود و او آن را در یک فرایندی عملا واگذار کرد به کمپانی که سپس کمپانی نفت ایران انگلیس و سرانجام بریتیش پترولیوم شد و مردم ایران برای دستیابی به حقوقی که گمان می‌کردند، باور داشتند که حقوق آنهاست، چون نفت از دل خاک اونها بیرون می آمد، از سرزمین اونها بیرون می آمد، سالهای درازی در دورانهای گوناگونی از دوران آغاز پادشاهی رضاشاه، میانه پادشاهی رضاشاه، آغاز دوران محمد رضاشاه در دورانی که مجلس کمیابیش آزادتر بود، کوشش هایی برای دست یافتن به حق تاریخی خودشان انجام دادند، تا سرانجام پس از کار و کوشش گروه های بسیاری و نه یک نفر، ولی به راستی به رهبری زندیات محمد مصدق، در شامگاه نوروز سال 1330 ارمغانی به مردم ایران داده شد. از آنجایی که در این برنامه من هیچگاه در این برنامه کلمه یادی از زاده شدن زندیات محمد مصدق در ماه اسفند نکردم، از این فرصت بهره میگیرم و در این شادباش نوروزی شما رو به این سفر تاریخی میبرم، یادآوری میکنم به شما که ما در آستانه نوروز سال 1330 در شامگاه 29 اسفند 1329 یک ارمغان تاریخی، یک عیدی بزرگ در واقع همه مردم ایران گرفتند و آن تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بود که همان زمان در شامگاه پیش از نوروز به توشیح یا امضا و دست
دستینه پادشاه کشور هم رسید و رسمی شد. مجلس، هر دو مجلس این رو تصویب کردند و این قانون قانون رسمی کشور شد. برای نخستین بار در تاریخ ایران مردم ایران مالک بر سرنوشت درآمد نفت خودشان شدند. زیانهایی که پس از این به وجود آمد مورد بحث امروز من نیست. به پاس این هدیه نوروزی، به پاس این روز خجسته‌ای که امروز سالگشت اون هست، من به عنوان هدیه نوروزی خودم یک ویدیوی بسیار جالبی رو که دوستان در ایران فراهم کردند و به راستی کار ارزنده‌ای در این زمین هست و صدای خود اخوان ثالث رو هم در بر دارد، این رو به شما پیشکش میکنم. اجازه بدهید که این برنامه شاید 15 دقیقه رو با هم نگاه بکنیم و من بازگردم و نوروز رو یا شب نوروز رو با شما باشم. خود زرتشت پسر اخوان که یه مجموعه شعری رو گذاشت جلوی من، گفت اینا رو با صدای بابا دارم و قرار شد من براشون باز موسیقی متن جدیدی بسازم بعد از 24-25 سال. وقتی این شعر دیدم به دلایل زیادی منو جذب کرد، همین که موضوعش اصلا موضوع مصدق بود برام جالب بود، یه درد و یه حسرتی تو این شعر بود که خیلی برام جذاب بود، این انتخاب کردم که به صورت تصنیف در بیارم و این شعر بیشتر رو اثر گذاشت در مجموع برای اینکه روش فهم بسازم. این قصیده کوتاهی است که من مهدی اخوان ثالث در 1335 شمسی، فروردین 1335، به یاد زحمت‌ها و خدمت‌های ارزشمند دکتر مصدق، این رهبر بزرگ ملت ما، و به یاد اون سرنوشت و فرجام ناگواری که داشت سرودم. البته در اون وقتها نمیشد اسمی از مصدق آورد و حتی اشارهی به او کرد به نامش، چون مکافاتهای عجیب و غریب داشت و من به این منظور این شعر رو که در همون زمانها چند بار هم در کتابم ارغنون چاپ شد، یعنی چاپ های متعدد این کتاب، با عنوان برای پیر محمد احمد آبادی منتشر کردم، با امید این که اونایی که اهل اشاره هستن متوجه بشن و فکر میکنم هم به اصطلاح به اهلش رسیده باشه، چرا که من از این شعر فراموش کرده بودم تا بعدها در زمان انقلاب روزنامه کیهان دیدم در شماره ای که مخصوص دکتر مصدق بود این شعر رو نقل کرده، به همین مطلب هم اشاره کرده برای پیر محمد احمد آبادی. پس فکر میکنم به اونایی که اهل اشاره باشن رسیده باشه. به هر حال این قصیده رو من در اون وقت سال
35 گفتم. آن کاخ ز پای فرو ریخت، اون کرده ها به کار نیامد. سوزد دلم به رنج و شکیبت، سوزد دلم به رنج و شکیبت، ای باغبان بهار نیامد. بشکفت بس شکوفه و پژمرد، اما گلی به بار نیامد. سوزد دلم به رنج و شکیبت، ای باغبان بهار نیامد. بشکفت بس شکوفه و پژمرد، اما گلی به بار نیامد. اما گلی به بار نیامد. Thank you.
نثار و پیک نجاتی، سوی تو آن حصار نیامد. زی تشنه کشتگاه نجیبت، جز ابر زهربار نیامد. یکی از اون قوافل پر باران گوهر نثار نیامد، یکی از اون قوافل پر باران گوهر نثار نیامد. ای نادر نوادر ایام، کتفر و بختیار نیامد. در صف کارزار نیامد، وان رنج بی حساب تو درداد، چون هیچ در شمار نیامد، چون هیچ در شمار نیامد. سفله یاوران تو در جنگ کاری بجز فرا نیامد. من دانم و دلت که غمان چند، آمد براشکار نیامد. من دانم و دلت که غمان چند، آمد براشکار نیامد. چندان که غم به جان تو باری، باران به کوسار نیامد، باران به کوسار نیامد. جان تو بارید، باران به کوهسار نیامد. من سپاسگزار هستم که در این تلویزیون اندیشه دست کم در برنامه خودم دارای این توانایی و آزادی هستم که چنین ویدیویی رو در آستانه نوروز 95 پخش بکنم و سانسوری بر آن روی ندهد. بسیار سپاسگزارم از این شرایطی که پیش آمده است. البته این به این معنا نیست که ما با گرفتاری های سانسوری و خودسانسوری و دیگر چیزهایی که در فرهنگ ما با ما در ما تنیده شده روبرو نیستیم. هر سال در نوروز، در آستانه نوروز، مردم خانه تکانی می کنند، رخت نو می پوشند، خانه رو پاکیزه می کنند، چیزهایی که به درد می خوره به دور می ریزند و امیدوار هستند که سال نو رو با زندگی بهتری در بهار آغاز کنند. چرا ما این کار رو با فرهنگ خودمون، با ارزش‌های خودمون، با باورهای خودمون انجام نمی‌دهیم؟ چرا خانه تکانی فکری در ایران انجام نمی‌دهیم؟ خانه تکانی فکری ما ایرانیان پیش زمینه دگرگونی سیاسی در کشور ماست. آنچه که ما رو به این گرفتاری‌های امروز رسانده تنها سیاست ما نیست، فرهنگ ماست، به قول جمالزاده خلقیات ماست، به قول کسروی باورهای ماست. آن چیزهایی است که ما
با آن خو گرفته ایم و پذیرفته ایم و گمان میکنیم که اینها بخشی از سنت و فرهنگ ماست. در سنت و فرهنگ ما ایرانیان چیزهایی هست مانند نوروز، مهرگان، مهربانی، مهمانداری، بردباری، بسیاری چیزهایی از این دست که ما باید اونها رو نگه داریم و چیزهایی هست که باید از اونها دوری به خانه تکانی کنیم، مانند دروغ گفتن، ریاکاری، فرهنگ گسترش اندیشه های دشمنانه نسبت به دیگر، آن هم با دروغ و ریا. اینها رو باید به راستی از اونها دوری بجوییم. اگر میخواهیم خانه تکانی نوروزی بکنیم، این خانه تکانی فرهنگی رو باید در اندیشه و فرهنگ ایرانی انجام بدهیم. فرهنگ ایرانی با همه جنبه های نیکی که در اون هست و چیرگی بر بسیاری از فرهنگ هایی رفته که چیره شدگان بر سرزمین ما با خود آورده بودند، پر از گرفتاری هاست، پر از آشوب است، پر از ناخالصی هاست و اینها رو باید ما بدانیم و بیابیم و بشناسیم و از خود دور کنیم. بدون این کوشش برای زایش یک فرهنگ نو، ما نخواهیم توانست ایران نوی بنا کنیم. اگر درسی در انقلاب مشروطه به ما رسیده باشد، در این است که انقلاب مشروطه کوشید تا فرهنگ نوی رو به جامعه ایران نشان بدهد، ارزش‌های تازه‌ای رو به جامعه ایرانی نشان بدهد. شوخ وقتا که این دوره بهار انقلاب مشروطه دیری نپایید و به پاییز و زمستان تبدیل شد. امروز هم ما در پیامد یک دوره بسیار بسیار سیاه تاریخ ایران، بسیار تبهکارانه در تاریخ ایران، دوران حکومت کنونی که براستی کوشید فرهنگ و تاریخ رو از ما جدا بکنه و یک فرهنگ و تاریخ دیگری رو برای ما به ارمغان بیاورد و براستی کوشید که ما رو از این ایرانیگری یا فرهنگ دوستداری سربلندی مردم ایران به یک فرهنگ تنها شیعی پروری یا در واقع شهید پروری به اون طرف ببرد، ما باید از این دوری بجوییم. 38 سال است که ما شهید پروری و ارزش‌های بسیار فرومایه رو در جامعه خودمان پذیرفته ایم و ستایش کرده ایم. از اینها باید دوری بجوییم. برخی از ارزش‌های فرهنگی ما خیلی پیش از رسیدن دولت کنونی در ایران در میان ما مردم ایران بوده. دروغ گفتن، دروغ نابجا گفتن، بدون دلیل دروغ گفتن، بدون دلیل کوشش برای ریاکاری و دوری جستن از راستی ها در پیش گرفتن. سالها پیش در همون دوران انقلاب مشروطه یه شخصیتی از کسانی که در سازندگی ایران نقش بسیار بلندی داشت به نام حاج امین ضرب، پدرش امتیاز ضرب سکه رو در دوران مظفرالدین شاه داشت و گرفتاری های برای اون پیش آمد و این حاج امین ضرب رفت و از روسیه کارخانه برق خرید، اولین کارخانه برق رو به ایران آورد. ما در تاریخ ها خوانده ایم که هنگامی که برق رو میرساندن به خانه ها یا به دکان های مردم، وقتی شروع شده بود این کار، چه کوشش های مردم انجام میدادن که هنگامی که کسی برای بررسی، چون موقع کنترل که وجود نداشت، می آمدن ببینن شما چند تا لامپ دارید، چقدر چراغ در اونجا روشن هست و بر پایه شما رو از شما پول بگیرن. مردم در اون زمان که می دانستن این آدم آمده به هم خبر می دادن، چراغ رو خاموش می کردن یا به جای سه لامپ یه لامپ روشن می کردن. چیزهایی از این دست که سر دولت و سر کارخانه برق کلاه بگذارن، پول ندهن. این بخشی از فرهنگ ماست. فکر میکنیم که کلاه گذاشتن سر جامعه و سر یک دیگر و دروغ گفتن بخشی از زندگی ما ایرانیان است. این رو به یک دیگر شاد باش میگوییم که عجب کار نیکی کرد. این در این نوروز خانه تکانی فرهنگی و فکری که ما باید انجام بدهیم، از جمله دوری جستن از این نوع کلاهبرداری ها و دروغ پردازی ها و ریاکاری با یکدیگر است. اگر میخواهیم این جامعه دگرگون بشود، تنها به این نیندیشیم که گرفتاری در وجود ولی فقیه است و مشتی آخوند و گروهی به اصطلاح سیاستمدار دغل. گرفتاری در خود ماست. اگر ما میخواهیم ایران بهتری داشته باشیم،
باید به خانه تکانی فرهنگی و ارزشی این جامعه بپردازیم. باید بهار تازه‌ای، نوروز تازه‌ای از راه فرهنگ و ارزش‌ها برای جامعه ایران بیافرینیم. راهی هم جز این نداریم. گرفتاری بزرگ تاریخی ما سیاست نیست، فرهنگ ماست. فرهنگ است که سیاست رو پدیدار می‌سازد. این فرهنگ ماست که اجازه می‌دهد یا ارزش‌های فرهنگی چیره بر ما یکایک ایرانیان است که اجازه می‌دهد یک حکومت دینی بر کشور ما چیره بشود. اجازه می‌دهد که به رغم انقلاب مشروطه همانهایی که دشمن مشروطه بودند پس از مشروطه همچنان وزیر و وکیل باقی بمانند. این گرفتاری تاریخی فرهنگی ماست. در آستانه نوروز 95 اگر می‌خواهیم خانه تکانی کنیم، اگر می‌خواهیم ارزش تازه‌ای رو برای جامعه به وجود بیاوریم، باید این خانه تکانی ارزشی باشد، نه رخت نو پوشیدن. اجازه بدهید که به صحبت‌های جدی نپردازم و ترانه‌ای رو که دوست بسیار ارجمند ما آقای مشکینیار، کارگردان این برنامه و کارگردان بسیاری از برنامه‌های دیگر برای ما فراهم کردند و من از همین جا به ایشان نوروز رو شاد باش میگویم، به این بنگریم و من بازگردم و این برنامه رو با شما پایان بدم. گویا این ترانه آماده نیست چون من بر این صفحه تلویزیون بله.
سپاس فراوان از دوست گرامی آقای بهروز مشکینیار که این ویدیوی ترانه‌ای بسیار زیبا رو از دوستان نزدیک من برای من برای این برنامه فراهم کردن. دوستان نزدیک یعنی دوستانی که با ایشان دیدار کردم در این سفرهایی که داشتم. بر روی نوروز هستیم، در آستانه نوروز هستیم و این است که بنا نیست که یک برنامه بسیار جدی انتقادی نسبت به تاریخ و روزگار و فرهنگ و زندگی امروز داشته باشیم، اما نمیتوانیم تنها با نگاه کردن به ترانه یا گل و آتشی که در پشت من است که نمادی از زندگی میباشد، نه نشانی از زمستان، چون من بر روی در بخشی از ایالات متحده آمریکا زندگی میکنم که ما خیلی زمستان هم نداریم، ولی بر روی این آتش رو روشن کردم که نشانی باشد از زندگی، چون آتش در زندگی ایرانیان در تاریخ پیش از اسلام جایگاه بسیار بلندی داشته و از همون فرهنگ و تاریخی می آید که نوروز هم از همانجا برخواسته است. بر روی این است که در این آستانه نوروز سال 95 می خواهم با شما در این باره بار دیگر سخن بگویم که ما نیاز به یک خانه تکانی فکری و فرهنگی در جامعه خود داریم و این رو باید از خیش آغاز کنیم. من بر این باور نیستم که دگرگونی های اجتماعی از دگرگونی های فردی آغاز می شود، نه، ولی فکر می کنم برای اینکه باور بر این دارم که برای اینکه ما بتوانیم در ساختن یک ایران نو، ایران پیشرفته، کار درستی رو، کار سازندهی رو انجام بدهیم، باید به پالایش ارزش‌های فرومایه و واپسماندهی که در فرهنگ و زندگی ما وجود دارد بپردازیم و اونها رو به نقد بکشیم. نگاه کنید به این 30 سال گذشته، به آنچه که در پیرامون ما در مرده پرستی، در برجسته کردن ارزش‌های بسیار فرومایی که هیچ پیوندی با فرهنگ امروز ما و زندگی امروز ایرانیان ندارد، نگاه کنید چگونه به این پرداختند، چگونه این رو گسترش دادند و چگونه بسیاری از ایرانیان خواسته و ناخواسته این چنین ارزش‌هایی رو در آغوش گرفتند، پذیرفتند و در گذشته هم چنین بوده و نه این است که تنها در این 30 سال ما با چنین ارزش‌هایی روبرو بوده‌ایم. اگر می‌خواهیم ایرانی بسازیم که این ایران به راستی همیشه بهار و همیشه پیشرفته باشد، از نقطه نظر پیشرفته اجتماعی صحبت می‌کنم، نه اینکه همیشه میتوان بهار داشت، اگر می‌خواهیم ایرانی داشته باشیم که این ایران بتواند در سپهر جهانی در کنار کشورهای پیشرفته همسنگ باشد، شانه به شانه اونها بساید و بازگردد و ایران گذشته رو از نقطه نظر جایگاه جهانی که می‌داشته زنده بکند، باید به پالایش فرهنگی و ارزشی این جامعه بپردازیم. نگاه کنیم که چه چیزهایی دست و پای ما رو برای پیشرفت گرفته است. خرافات مذهبی، باورهای فرهنگی فرومایه، رفتارهایی که ما ایرانیان رو تبدیل کرده به انسانهایی که تنها به خود می‌اندیشیم، نه به حقوق فردی، چون اگر به حقوق فردی میاندیشیدیم، اگر به آن چیزی که بنیاد مدرنیته اروپا شد یعنی حقوق فردی به آن میاندیشیدیم که کار و گرفتاری ما امروز این گونه نبود. ما به منافع فردی میاندیشیم. انگامی که در میان ما ایرانیان از فرد سخن گفته میشود، حقوق فرد مورد بحث نیست، منافع فرد است. همه ما به منافع فردی میاندیشیم، نه منافع اجتماعی، در حالی که بدون منفعت اجتماعی، بدون حقوق اجتماعی، منفعت و حقوق فردی شدنی نیست. تنها ما گلیم خود را از آب بیرون خواهیم برد و این کاری است که بسیاری از ایرانیان کرده و میکنند، در حالی که ما باید به سربلندی و پیشرفت همه ایرانیان بیاندیشیم. نگاه کنید به این گفتگوهایی که در این سالها درباره جریانهای قومی در ایران وجود آمده. کسانی تحریک میکنن مردم رو که در فلان بازی فوتبال، فلان بازی بسکتبال، فلان کار ورزشی فریاد بزنن که مرگ بر فارس یا مرگ بر این آن یا متلک های علیه این گروه آن گروه بدهند. گمان میکنن که اینها به سود پیشرفت جامعه ایران است، در حالی که خیر، این چنین نیست.
ما یک منفعت، یک سود در هم تنیده داریم، یعنی سرنوشت ما باشندگان ایران کنونی و بسیاری از همسایگان ما در هم تنیده است. و در این نوروز سال 1395 باید این پیمان رو با یکدیگر ببندیم که برای دسترسی به آن چیزی کوشش کنیم که سرنوشت همه ما رو، سرنوشت در هم تنیده همه ما رو در مسیر پیشرفت، در راه پیشرفت قرار میدهد، نه تنها برای بیرون آوردن گریم خود از آب و زندگی کردن بهتر برای خود. در این هم جای گرفتاری نیست. انسان ها می توانند برای بهبود زندگی خود کوشش کنند و هیچ نقدی به آن نمی توان کرد که هر کسی حق دارد که زندگی بهتری رو برای خود و خانواده خودش بخواهد. اما افزون بر این باید به سربلندی اجتماعی نگاه کرد و برای سربلندی یک اجتماع باید پذیرفت که ما دارای منافع مشترک هستیم، دارای منافعی هستیم یا حقوقی هستیم که در هم تنیده است. ما نمیتوانیم تنها به خود بیاندیشیم و از این روز که باید یک رشته ارزش‌های تازه رو در جامعه ایران پایه بگذاریم، بنیاد بگذاریم، اونها رو از اون ساختمان بلندی بسازیم و در این راه برگشتن و نگاه کردن به جنبه‌های فرومایه در فرهنگ شخصی و اجتماعی جامعه ایران بسیار مهم است. در این خانه تکانی که در این نوروز می‌خواهیم، امیدوارم در این نوروز انجام بدهیم، بسیار ارزشمند است. من در اینجا در این دقایق پایانی آخرین برنامه سال 94 خورشیدی اجازه بدهید که با شما در چند زمینه دیگر سخن بگویم. در سال گذشته بیشتر کوشش من برای دست کم در این برنامه برای نشان دادن جنبه‌های تاریک تاریخ و فرهنگ ایران بوده در این برنامه و همچنین در برنامه‌ای که با آقای حسین موری دارم. اما من برنامه ساز تلویزیونی نیستم. من یک پژوهشگر تاریخ و یک نظریه پرداز اجتماعی هستم و از این رسانه و از این امکانی که به وجود آمده تنها برای گفتگوی با شما بهره میگیرم و چه بسا اگر در ایران آزادی وجود می‌داشت و من می‌توانستم این سخنان را آزادانه در جامعه مطرح کنم، از این شاید راه تلویزیونی خارج از کشور بهره نمی‌گرفتم. ولی به هر روی این وسیله و شرایطی است که در برابر ما قرار گرفته و امیدوارم که بتوانم بیشتر در سال آینده هم از این راه با شما گفتگو کنم. از شما هم میهنان گرامی که در این سال گذشته و در سالهای گذشته که من در این برنامه و در کارهای دیگری که انجام دادم از من پشتیبانی کرده اید، با من در تماس بوده اید، بسیار سپاسگزار هستم. برای همه شما سال نیکی رو آرزو می کنم. امیدوار هستم که این پرخاش من به ارزش‌های فرهنگی گاه پلید در جامعه ما و البته ارزش‌های فرهنگی ستودنی در جامعه ما که اونها پرخاشی ندارم، شاید خوشایند شما باشد و اگر هم خوشایند شما نیست این رو به من ببخشایید که من آدمی هستم که چون به آینده این سرزمین میاندیشم و نه به امروز، سخنم رو با حالتی با شما در میان میگذارم که هیچ پرده پوشی در اون نیست و گاه باید شاید در سپهر سیاست پرده پوشی کرد، اما چون انگیزه من حوزه سیاسی نیست این سخن رو با شما آشکار و بدون پرده در میان میگذارم. در این سال گذشته پشتیبانی شما این برنامه رو ماندگار کرده، خود من رو که بارها به این اندیشه افتادم با این همه کارهای پژوهشی که دارم، کتابهایی که در دست انتشار دارم، چرا به این برنامه بپردازم، من رو امیدوار کرده که به این کار بپردازم. از شما براستی سپاسگزارم. از شما میخوام که پیوند خودتون رو با برنامه من بیشتر کنید. اگر گلایه‌ای دارید، دیدگاهی دارید، نکته‌ای به اندیشه شما میرسد که باید به اون بپردازم، با من در میان بگذارید. من از شما دلچرکین نخواهم شد و بسیار هم سپاسگزار خواهم شد که گرفتاری یا نکته‌ای یا کژروی یا نادرستی یا حتی درستی در برنامه من میبینید، اینها رو به من گوشزد کنید.
این است که بار دیگر در آستانه نوروز 95 سال خوشی رو برای همه شما هممیهنان گرامی آرزو میکنم. امیدوار هستم که این سال نو آغاز یک خانه تکانی بزرگ فکری و فرهنگی برای همه ما ایرانیان باشد. به ارزش‌های تازه‌ای بیاندیشیم، خود را با دنیای تازه بیشتر هماهنگ و همراه کنیم و بیشتر و بیشتر به آینده همه ما با یکدیگر، آینده‌ای که سرنوشت ما را در هم تنیده، بیاندیشیم و تنها کوشش نکنیم که راه خودمون رو، راه زندگی شخصی خودمان را هموار کنیم، بلکه به هممیهنان، به همسایگان، به دوستان، به خیشان و به همه مردم جهان بیاندیشیم. سال خوشی رو برای شما ایرانیان آرزو می کنم. امیدوار هستم که در سال نو ما روزگار بهتری رو به راستی در برابر خود داشته باشیم. تا برنامه آینده در سال نوی خورشیدی، روز و روزگار بر شما هممیهنان گرامی خوش باد.